تیم پس در مقابل تیم فیفا. توی این ویدیو تمام بازیکنهای لایسنس ای فوتبال و پس رو مثل مسی، نیمار و غیره رو آوردیم توی ترکیب پس و تمام بازیکنهای لایسنس فیفا رو مثل هالند، امباپه و غیره رو آوردیم توی ترکیب فیفا. بازی اول توی پس 21 انجام میدیم و بازی برگشت رو توی فیفا 23. به نظرتون از این دو تیم 11 نفره فیفا برنده میشه یا پس؟ برای پس و ای فوتبال بخاطر اینکه بایر مونیخ لایسنسه، بایرن رو برمی‌داریم. برای فیفا هم چون من سیتی کاملا لایسنسه، من سیتی رو برمی‌داریم. و اما ترکیب دو تیم، ترکیب دو تیم ادوانسا، این استراکچرای هر دو تیم هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنه. پس بهونه این نیست. و اینم بهتون بگم که اگر مثلا منچستر یونایتد لایسنس ای فوتبال به صورت کامل، یک بازیکن از منچستر یونایتد مثل رشفورد سفیر فیفا 23 باشه، رشفورد مجبور توی پس حضور نداشته باشه و بره توی ترکیب فیفا. واسه فیفا هم دقیقاً همینطوری برعکس جوابه. اینم بهتون گفته باشم. سمتش هم ترکیب پس رو مشاهده می‌کنه و سمت راست ترکیب فیفا. اما ترکیب پس مسی، نیمار، الکساندر آرنولد و برونو فرناندز که سفیرهای اصلی ای فوتبال هستن و روی کاور بازی هم مشاهدهشون کردیم. هری کین، دلیخت، کیمیش، دیویز، مانوئل نویر و همه بازیکن‌های بایر مونیخ چون توی تیم بایر مونیخ هستن و بایر مونیخ لایسنس ای فوتبال پس تو ترکیب پس قرار دارن. همچنین اشکرینیار و همه بازیکن‌های اینتر به خاطر لایسنس، ژسوس، پارتی، ساکا و همه بازیکن‌های آرسنال به خاطر لایسنس، به اضافه ترشتگن، کونده و پدری و همه بازیکن‌های بارسا به خاطر دوباره لایسنس، به اضافه همه بازیکن‌های منچستر یونایتد به جز رشفورد به خاطر اینکه رشفورد کاور استار بازی فیفا 24. پس به معنی این میتونه باشه که سفیر فیفاست. پس توی تیم پس جایی نداره. ترکیب پس کلاً همینطوری میریم سراغ ترکیب فیفا. خلاصه و مفید بهتون میگم که ترکیب فیفا یه مقداری از ترکیب پس قوی‌تره به خاطر اینکه اکثر تیم‌ها رو لایسنس داره و کلین امباپه، ارلینگ هالند، فندک به خاطر اینکه کاور استار بازی فیفا 24 هستن توی این ترکیب حضور دارن. کوین دیبروین، روبن دیاز، کایل واکر و همه بازیکن‌های منچستر سیتی به خاطر لایسنس تیم، فندانک، رابرتسون و صلاح دوباره به خاطر لایسنس تیم، سون به خاطر کاور استار فیفا 24، اما کانته، بنزما و کریستیانو رونالدو به خاطر لایسنس تیم‌های عربستانی و کورتوا، وینیسیوس و غیرم به خاطر لایسنس رئال مادرید. در آخر اینم بهتون میگم که ترکیب دو تا تیم رو من بر اساس مهارت چیدم، یعنی خود بازی چیده. اومدم اینجا قسمت مهارت رو انتخاب کردم و خودش بر اساس مهارت نکن بیشتر از این نمیره. من هر چقدرم دارم عوضش میکنم بیشتر از این، یعنی اوورالشون بر اساس اوورال چیده شده، بیشتر از این نمیره بالاتر. واسه پس هم دقیقاً همین کارو انجام دادم، یعنی دو تاشون کاملا مساوی هستند. بازی رفت چون بایر مونیخ میزبانه توی پی اس 21 انجام میشه و بازی برگشت به خاطر میزبانی تیم فیفا توی بازی فیفا 23 انجام میشه. بله بازی شروع میشه در زمین بایر مونیخ در بازی پس 2021. بله بازی شروع میشه. حالا تیم پس و ای فوتبال در مقابل تیم فیفا 23 قرار گرفته. به نظرتون بازی رفت و کی میزنه و بازی برگشت رو کی؟ بازی برگشت توی بازی فیفا 23 انجام میشه با میزبانی فیفا. اوف آی خدا، آقا من میگم فیفا میزنه. خدای خیلی دلم میخواد که پس ببره ولی به نظرم میبازه. روشن پدرتون. وای وای، نیمار جونیور، نیمار شوت، نمیبینی آردو، برو آلفونسو بده وسط. فوک فوک. دوستان عزیز، من خودم میدونم که یه زمانی کاور استار پس تو 2013 رونالدو بوده، اما الانو من کار دارم، اون موقع رو کاری ندارم. اگه بخوام اونجوری حساب کنیم دیگه خر تو خر میشه اصلا. دوتا رونالدو بعد هر جا باشه گل میزنه. هری کین شماره 99، هری کین در خانه به خاک گل میکشه. همین نتیجه مثلا بشه 10 هیچ به نفع پس، من راضیم. ببین این منسیتی خیلی مول میزنه. اونجا خطا کردی روش، چرا اونجا خطا کردی آجی؟ یا اول فاز داوید آلا با پاش تو قرار گرفته، میتونی ضربه رو تبدیل به گل بکنه و پس و فیفا مساوی بشه. بازیشون گل نمیشه، تیر دروازه. لیونل مسی تو فرار گرفته، یه پاس عالی به هری کین پشت همه. لواندوفسکی چه گولی، دقیقه 19 لواندوفسکی غیرتی اومد اونجا بدنه رو زدش بهش، تقی اومد کوبون تو دروازه. بار کلا اشرف حکیمی بابا، آروم بازی کن، آروم بازی کن دیگه. اینم بهتون بگم توی این بازی هر بازیکنی کارت قرمز بگیره بازی برگشت راش نمیدیم. حد چه میخواد پس باشه، چه میخواد فیفا باشه. کریم بنزما توپ رو گرفته به سمت راست میرسونه، محمد صلاح، اشرف الحکیمه نمیدونه چی کار بکنه. دور خودش داره میچرخه. این گل کانته، هیچی بابا ولش کن اصلا، جلو دلیخت. نیمار جونیور،
سفیر ای فوتبال و کاور استار ای فوتبال. خطو نگیری یا نیمه اول دو بر هیچ به نفع پس. بازی اول بابا درخشید شما چه کار کرد. نیمه دوم آغاز در می آید. رایم استرلینگ تو برسه همچه هم می رسونه داوی آلابا به وسط می تونه برسونه اگر نگیریمش. کریم استرلینگ چه بابا کریم بنزمان. فرانک دیانگ بدن رو میذاره اومده واسه شوت زنی مثلا اینکه به وسط تر میرسونه لواندوفسکی شوت بعدی. جدی تیم فیفا خیلی قویه. من آخر سر بهتون نشون میدم توی پس تیم فیفا خیلی قویه. حالا بعد یه سری ها میان میگن تو خودت اومدی بازی کردی داشت دسته رو میزه. دست و بالاست بگیرین ما پرو فشار روی دروازه پس زیاد احتمال اینکه یه گل دریافت کنیم به شدت بالا. سلام اومده واسه آردو یا نه. دیبرونی رو بگیرید. ها الان داوید آلابا و اشرف حکیمی درست حسابی حق لایسنسی و پولی که گرفتن رو به جا نیوردن. همین چهره به وسط میرسونه کریم بنزما میتونه به چرخ رو شوتر بزنه. دلیخ بگیرش. فرانک دیانگ امباپه. کریم بنزما رو برد بیرون. رونالدو اومد تو وایسا. تعویض کرد ما هم تعویض میکنیم. ببین تا الان اونا از پنج تا تعویضشون سه تا تعویض کردن. یه دونه میسون مام چون بنزما اونجا رو نشون بده. آلفونسو دیویس میره بیرون به جای ژاو کانسلو عشق. از اونجا که میدونن اشکری نیاز داره میرینه. جاشو به اوپام کانو میده. منم دو تا تعویض کردم. آقا بگی منم دو تا تعویض کردم. سه تا ما داریم سه تا اونا. اصلا معذرت میخوام بعد قاضی میشد حاجی. سل این سر تو میخواد بزنه یا نه سر تو بر میذاره اونجا پاس رو مقتر. اوه چه غلطا. سانت روی تیر دوم رونالدو. رونالدو کی آقا؟ من اینجا فقط طرفدار مسی ام. دو تا تعویض چپ و راست تو دفاع تو تعویض کرد. خب وایس یه دونه دفاع راست تعویض کرد. ما هم دفاع راست تعویض میکنیم. جول کنده با اینکه دفاع راست نیست میذارمش دفاع راست. کیمیش هم میبریم بیرون به جای آقا کاسمیرو. اونا یه تعویض دارن ما هم یه تعویض. جواب کنسول عشق هستن. عشق به وسط میرسونه. حالا اونجا هری کین لواندوفسکی اوه دبه شد. لیونل مسی با شماره 30 به وسط میاره اونجا. لواندوفسکی میتونه هری کین رو راه بندازه سمت چپ کاملا خالی اگه راش بندازن. بوری کلو دید. سانتو بگی گل بدی. آفساید آقا. آفساید علیکی خوشحالی نکن. آفساید بابا. آفساید یه بار بابا مثلا من نفهمیدم آفساید بود دیگه. آ جان تعویض فودن. خب وایس آقا تعویضمون ما میکنه. از سرجی هم به جای فرانکی دیانگ سفیر ای فوتبال یعنی برونو وارد میشه. بعدمون میاد سفیرم است. تو رو خدا یه گل. تو رو خدا یه گل. نیمار لواندوفسکی خدا دقیقه 90 تمام. بازی رفت اون نتیجه دو بر هیچ به نفع تیم پس پایان میرسه و فیفا 23 نتونست توی این بازی یعنی بازی رفت گلی به ثمر برسونه و هر کی میتونه بازیکن زمین میشه. حالا با یکی بشکن وارد فیفا میشویم. حسین هستی؟ مگه دیسکورد حسین هستی یا مگه لایو استریم حسین هست؟ و اما ترکیب دو تیم توی فیفا 23. ترکیب بایر مونیخ خدای دقیق نگاه کن. دقیق نگاه کن. برای بایر مونیخ دقیقاً به عینه هم تعویض یا هم ترکیب هم فرمیشن دقیقاً مثل پسه و همه اون بازیکن تو لواندوفسکی و کین و مین و همه همونا. تعویضیاشون هم تا جایی که میشد یعنی بهتریناشون رو گذاشتم اینجا. و حالا ترکیب من سیتی. ترکیب من سیتی رو آقا نگاه کن تو رو خدا. دقیقاً همون فرمیشن و همون بازیکنای پس بازیکنایی که توی بازی پس بودن همونه. تعویضیاشم خودتون نگاه کنید. دیگه هالند هست. هالند چون حالا 90 بوده اونا مثلا 91 ان دو تا چون دیگه این نیومده تو. اینه من نمیدونم اینا رو میخواست 91 باشه. تاکتیکی که اینجا داریم میبینین دقیقاً همین تاکتیکو واسه پس هم زدم ترکیب بایر مونیخ. بنابراین توی بازی برگشت میزبان من سیتی بود و مهمان بایر مونیخ. بله حالا اومدیم توی فیفا 23 با میزبانی من سیتی با این داوران زیبا ببینم خدا وکیلی عدالت من توی پیس عدالت یا عدالت شما. بابا بابا اساتید علما با کاپیتانی کوین دی بروینه و این طرف بازیکنان پس که آقا این ما چرا با گرم کنه اومدیم اونا چرا گرم کنه ندارن به ما احترام گذاشتن دیگه دست شما درد نکنه. بابا اساتید علما هریکین نیمار جونیور گلبون قشنگ کرد تو دهن هریکین. معذب شد یارو. حالا بازی شروع شد. فیفا میسوزه تا اینجای کار دو بر هیچ عقبه و باید توی این بازی خودشو نشون بده. فقط من به اینجاش فکر نکرده بودم که چرا اون داره زرد میشه نمیدونم. اه چی شد؟ اول بازی چیکار کردی دلیخ؟ کوین دیبروین پاش تو قرار گرفته نه داداش پس بود اینجا گل میشد زد ولی اینجا نه. و حقیقتا من به اینجاش فکر نکرده بودم که اگه بازی مساوی بشه چه غلطی میخوام بکنم. خدا خود مساوی نشه چون اگه مساوی بشه واقعا نمیدونم چی گویی باید بخورم. کانت به جلوتر میرسونه که دیبروینه. او بگیریم وسط تو. وسط تو بگیر. بگی دیبروینه الان شوت میکنه. یا من بس تیر دروازه. یا بس فاس. وایسا بقیه بیان. بده وسط زمینی بده مسی. مسی شوتش کن. بزن شوت رو. سومین گلو میخوره. بازی سه بر هیچی میشه. به نفع پس. وای فوتبال.
یابدفز یه توپ گیره زیبا از کیمیش به سمت راست نیمار چوتش. من احساس میکنم کلن توی تیم پس و ای فوتبال نیمار نخوردیه. یابدفز یانچ ببین یه دونه شوت گل بعدی و 4 بر 1 به ساخره میگیره فیفا رو. آقا این کارا رو انجام ندین. آقا از حمله نزنین تو رو خدا، بذار اونا بیان گل بزنن. ای آفساید نبود، گل بعدی رو میخورن. 3 بر 1 دو تا هم اونجا 5 تا 5 تایی میشه فیفا 23 و من سیتی. آقا وایسا تو رو خدا نزنین، جدی میگم نزنین دیگه. آها بزن یه دونه بزن بار کلا یه دونه به نخره زدن تو زمین خودشون. اگه فیفا 23 نتونه تا آخر نیمه اول یه گل دیگه به پس بزنه، من بازی رو پاز میکنم و هالند رو به جای کریم بنزما میارم تو. جدی دارم میگم، چون دیگه چون یه سری ها میگن آقا هالند تو نبود، هالند تو بود مثلا گل میزد. و اینم بهتون میگم که کلا کریستیانو رونالدو سفیر هیچ کدوم از این تیما نیست، سفیر بازی UFL اگه اشتباه نکنم، و اصلا نباید توی هیچ کدوم از این تیما می بود. من میخوام همین الان برم بازیو بیرون و بازیو از اول شروع کنم با هالند واسه من سیتی و تا دقیقه 70 اینا بازی میکنن. قبول داری یا نداری؟ پس سری رفتیم توی تنظیمات و به جای بنزما هالند آوردیم تو و جاش رو با ما پی عوض کردیم. پس دوباره تیما رو انتخاب کردیم و بازی از اول شروع شد. آقا بازی ما رو دیگه شروع میشه. تا الان بازی 6 بر 1ه. بابا بذار بازی شروع بشه بعدن تک من نمیدونم من چی کار کنم دیگه، بذار از اول میارم. ولی خدایی حسین اینجا رو بذارم، یعنی مهدی عادل معروف بشه. آقا روز شد، انقدر طول دادی روز شد، فرپلی کن واسه اونا اصلا. ببین الان خدایی تو زمین رو نشون بده، حسین زوم کن روش. هالند اومده تو، اما هم توه دیگه، کارت قرمزش هم بهش بخشیدم. فقط دلم میخواد یکی بیاد بهونه بیاره فلانی باختش، نمیدونم بیتاری باختش، خودم جیر میدم اینجا. یا ابوالفضل گل بعدی رو میخوره دیگه، اصلا حرفی نمونده واسه گفتن. 7 بر 1 ببین 6 تا بزنین اصلا، دقیقه 90 تا دقیقه 90 واسه شما اصلا. بسم الله الرحمن الرحیم، 8 رو بزن. اصلا داره هر چی خودشو پاره میکنه، نمیتونه که جلوی حمله کردن ما رو بگیره، چه برسه به اینکه گل بزنه. آفساید نیست حاجی، 8 بر 1 دو تا که اونور خوردن. بازی دوم هم که 6-1 شد تا دقیقه 30. اینجا هم که دو تا خوردین. نه اونجا 4-1 شد. ای فرانک دی یونگ قرمز گرفت، ریاضی رید یه لحظه. یا ابوالفضل سون هیونگ مین میتونه گل دوم رو بزنه. فوش آقا هالند شوت مدین رو گردر میاره. آجی این صحنه رو نکن، این صحنه آقا وی آر هم داره نشون میده. وی آر نو گل گل نشود. الکی مثلا میگی بفرما، وی آر هم داره نشون میده گل نشود. یا بس گل رو بالاخره خورد. بازی 8 بر 2 میشه. برقا رفت بودی برونی گل زد. من اصلا نمیدونم به چه امیدی داری شما بازی میکنی، مثلا میخوای کامبک بزنی. 6 تا دیگه باید بزنی مساوی بشه، 7 تا دیگه کامبک بزنی. حاجی خود نزنی کامبک ها، نه نمیخوره خدایی بهش. نیمه اول 8 بر 2 به نفع بایر مونیخ. وای مسی. یا ابوالفضل کوین دی بروین شوتر رو میزنه در میاره تک دست. رفت واسه گل دوم علی کی. خدا آهنگ آنچلی رو انقدر دوست دارم آجی، اصلا کارتونش رو نگاه نکردم درست سابی، ولی آهنگش خیلی دوست دارم. لیونل مسی رفت واسه گل نهم میزنه گل نهم رو. دقیقه 60 بیشتر بازی نکنیم، نمیزنن دیگه. رابط فرز محمد سلام رفته شده کامبک زدن، شوتش توی دروازه. 9 بر 3 میشه بازی، به دقیقه نمیکشه، صلاح جبران میکنه. دوباره باید 6 تا بزنی. حرکه این فکر کنم تو زندگی قبلیش خر بوده، اینجور جفتک زد. آقا اینا رو نذاری یا اینا رو نذاری یا نه، اینجور دارم واسه فان خودم میگم. این بنده خدا چرا بیایی تو رو میکنی؟ چون هیانگ می سمت را صلاح را افتاده بدون اینکه آفساید باشه. محمد صلاح شوتش بیرون. ببین یه دونه دیگه ما بزنیم همونجا بازی رو به اتمام میرسونم، چون عمرن اینا 6 تاشم همین الان بزنن. ارلینگ هالند رفاسی دیده هم زدن از همونجا میتونه شونه رو بکنه. ارلینگ هالند شوت ها میزنه توی دروازه. 9 بر 4 میشه بازی، من سیتی داره کامبک میزنه. حالا لیونل مسی رفته واسه دهمین گل. مسی کارت شما اینجاست، من هر شب شما و رونالدو رو در اتاقم ملاقات میکنم، چه از پشت چه از جلو روی کارت.
این چی بابا اینم چی نمیشه. الکساندر آرنولد شوترو میزنه 10-4 میشه بازی. دفاع گل زد حاجی، دفاع میدونه چیه؟ دفاع راست هم اومد تو محوطتون بهتون گل زد. 10 نفر هستیم. امباپه بگی هالند رفت واسه شوت زدن. امباپه دروازه رو باز نکردی از اونجا. یه گل دیگه ما بزنیم بازی تمامه، چون مطمئنم اینا نمیتونن 6 تا رو گل کنن. یکی دیگه بخورن بعد 7 تا بزنن. سون هیونگمین به هالند گل بعدی رو زد. 10-5 میشه بازی و 5 گل فاصله داره من سیتی. این دفاع چرا از هم انگار شقه شده وسط دفاع؟ ای کامبک میزنه فیفا 23 یا نه؟ 10-6 شد، باورم نمیشه حاجی. نمیزنن ها، نمیزنن به خدا نمیزنه. نمیزنه ها. وو 10-7 شد بازی. حالا فیفا 23 توی این بازی بعد از دقیقه 60 تونسته 6 تا گل بزنه. حاجی نوساوی نمیکنن اینا، تو خواب ببینید. الگی ما شل کردیم، شما انگیزه بگیرید. تمام میشه بازی. تی یک بازی رفت و برگشت. فیفا 23 با نتیجه 10-7 حذف میشه و پس قهرمان این تورنمنت میشه. یعنی پس بازیکنای بهتری داره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه لذت برده باشید لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. فعلا تو ویدیوهای بعدی.